درود به همه شما همراهان خوب کانال روزنامه ورزش، خیلی خوش اومد. بریم بازی‌هایی که امروز برگزار شد رو یه مرور کنیم با هم. اگه نکته‌ای درباره داوری داشت، روی تصویر همکارانم براتون می‌نویسن. مربیان استقلال قبل از شروع بازی به وضعیت چمن ورزشگاه خیلی اعتراض داشتن. همین موضوع باعث شد کلکل شدیدی بین مدیران نساجی و مربیان استقلال شکل بگیره. ناظر مسابقه میگفت باید چمن کوتاه شه، اما قائم مقام نساجی اجازه کوتاه کردن چمن رو نمیداد. در آخر مدیران نساجی قبول کردند که چمن کوتاه بشه، اما اعتقاد داشتن که ناظر دیروز این بلندی چمن رو تایید کرده بود. و اما ترکیب نساجی: لوان پولی، امیر محمد جان ملکی، امیر محمد هوشمند، منصور باقری، کوین یامگا، امیر حسین سام دلیری، مهرداد رضایی، مرساد سیفی، محمد رضا عباسی، حامد پاکدل و حسین زامهران. حضور کوین یامگا با بازوبند کاپیتانی مقابل استقلال باعث جذاب‌تر شدن بازی شده بود. ترکیب استقلال: سید حسین حسینی، روزبه چشمی، رافائل سیلوا، سامان فلا، رامین رضاییان، میلاد زکیپور، اندونگ، زبیر نیکنفس، جلال الدین ماشاریپوف، محمد حسین اسلامی و آرمان رمضانی. دقیقه 14 استقلالی ها توسط رامین رضاییان به گل رسیدن، اما قبلش کمک داور پرچمش رو به نشونه آفساید ماشاریپوف بالا برده بود. این اتفاق در شرایطی رخ داد که بازی با وار برگزار میشه و کمک داور باید تا لحظه آخر منتظر مشخص شدن سرنوشت توپ میموند، ولی در اعلام آفساید عجله کرد که با اعتراض شدید استقلالی ها همراه شد. دقیقه 17 ماشاریپوف در محوطه جریمه صاحب توپ شد که شوت محکم اونو پلی دفع کرد و در ادامه داور آفساید اونو اعلام کرد. دقیقه 26 ارسال پای چپ سیفی به روی دروازه نصیب کوین یامگا شد که شوت محکم بر روی پای او از بالای دروازه به بیرون رفت. دقیقه 46 نساجی صاحب یه فرصت فوق‌العاده شد. پاس پشت دفاع به پاکدل رسید که شوت محکم این بازیکن رو حسینی برگشت داد. در برگشت تو به زامهران رسید که با تکل زبر نیکنفس مهاجم نساجی روی زمین افتاد. با بازبینی صحنه توسط وار داور یه خطای پنالتی به سود نساجی اعلام کرد و کوین یامگا پشت توپ ایستاد و توپ رو وارد دروازه کرد تا بازی 1-0 به سود میزبان بشه. اینم خوشحالی کنایه‌آمیز و البته تلخ یامگا. پسر خوب لیگ برتر بعد از زدن گل دستش رو روی چشم مصدومش گذاشته. در دقیقه 63 محمد حسین اسلامی در محوطه جریمه توسط امیر مهدی جان ملکی به زمین افتاد. اول داور ضربه کنار دروازه اعلام کرد، اما بعد از بازبینی صحنه او دستور به یه خطای پنالتی برای استقلال داد که رضاییان ضربه‌ش رو به مرکز دروازه زد و بازی رو به تساوی کشوند. دقیقه 72 بود که بعد از ارسال تند و تیز زامهران به روی دروازه، سید حسین حسینی توپ رو دفع کرد که شوت مهرداد رضایی در بین را با برخورد به پای حامد پاکدل وارد دروازه شد تا میزبان دوباره با یه گل جلو بیفته. 3 دقیقه بعد ارسال آرش رضاوان به روی دروازه با ضربه سر ابوالفضل جلالی به گل تساوی استقلال تبدیل شد که کمک داور اول اعلام آفساید کرد، اما بعد از بازبینی صحنه توسط وار این گل تایید شد تا بازی مساوی بشه. دقیقه 78 بعضی از تماشاگران علیه الهامی شعار حیا کن رها کن سر دادن که به نظر خیلی زود بود برای این شعارها، چون نساجی بازی خوبی رو به نمایش گذاشت و مشخص بود این تیم متحول شده. دقیقه 81 بعد از یه صحنه مشکوک به پنالتی در محوطه جریمه نساجی، علی صفایی برای بازبینی صحنه به کنار زمین رفت، اما خبری از اعلام پنالتی برای استقلال نبود. ثانیه های آخر بازی بود که روزبه چشمی با کارت قرمز داور مواجه شد و از بازی بیرون رفت. به این ترتیب چشمی بازی دربی رو از دست داد. اینم تصویری دردناک از چشم کوین یامگا. صحبت‌های کوین یامگا در پایان بازی نساجی و استقلال: از خطیر تشکر میکنم، چون وقتی هیچ کس هوای مرا نداشت او به من اعتماد کرد و این فرصت رو در اختیار من قرار داد. به نظرم میتونستیم برنده بازی امروز بشیم. به هواداران نساجی قول میدم که بهترین عمل کردم رو برای اونها داشته باشم. اینکه شو در بود و شاید میخواست یه پیامی رو به شما برسونه، نیست وقت رو بگیم بدون اینکه نوشی شد میخواست به این شاید برسونه، اما مشکل ندارم. من زیاد به توجه به این چیزا ندارم.
ساکت الهامی بعد از بازی گفت که میتونستیم برنده بازی با استقلال باشیم. بازی رو خوب شروع کردیم و شکل بازیمون به نسبت گذشته خوب بود. موقعیت‌های در نیمه اول داشتیم که شاید میتونستیم به گل برسیم. استقلال هم روی ضربات ایستگاهی و خطاهایی که میگرفتن اذیتمون کردن. اما در جریان بازی بازیکنان ما شکل خوبی داشتن. میتونستیم برنده بازی باشیم. اما جذابیت فوتبال به همینه. این نتیجه رو تقدیم به بازیکنان و هواداران واقعی نساجی میکنم که 90 دقیقه زیر بارون تشویقمون کردن. به نظر میرسه نکونام متوجه شده که نباید روال قبلش رو در کنفرانس ها ادامه بده. جواد نکونام گفت که قطعا باید قهرمان بشیم. بازی با کیفیتی بود. بارندگی به ضرر تیم ما شد و ضرباتمون تبدیل به گل نمیشد. در نیمه اول نفهمیدیم چطور گل خوردیم چون تیم ما در موقعیت گل بود. ما روی بی‌احتیاطی گل دریافت کردیم و به رختکن رفتیم. خوشبختانه در نیمه دوم خلق موقعیت کردیم و گل زدیم. گل دوم نساجی از اتفاقات فوتبال بود و دیدید چطور آفساید پر شده بود. یه لحظه حواسمون نبود و مبتدیانه گل دریافت کردیم. تعویض‌های ما برای میل به هجوم بود و از لحاظ تاکتیکی و فوتبالی خیلی خوب بودیم. اون هم در شرایطی که سه مهره کلیدیمون نبودن. در نیمه اول حدود دقایق 10 یا 12 پنالتی ما گرفته نشد و داور اشتباه کرد. پنالتی روی رامین رضاییان هم اتفاق افتاد و این بازیکن به خاطر اینکه بازیکن حریف بد روی سرش اومد ترسید. در مجموع شیوه دیگه‌ای به نسبت پارسال بازی می‌کنیم و تیممون خوب بازی کرد و نیاز به زمان داریم. استقلال قطعاً بهتر میشه و با اضافه شدن مهره‌های مصدوم این شرایط بهتر میشه. با توجه به شکل تیم و نوع فوتبالی که بازی می‌کنیم، قطعاً باید قهرمان بشیم. باید تلاش کنیم به قهرمانی برسیم. با کیفیتی که به نمایش می‌ذاریم، تیم ما شکل بهتری می‌گیره. انقدر خلق موقعیت می‌کنیم که خیالتون راحت باشه. اینا تبدیل به گل میشن. استقلال تغییرات زیادی داشته و نیاز به زمان داریم تا بهتر بشیم. اینکه پس از 3 روز استراحت این کیفیت رو نشون میدیم، گویای همه چیزه. رجاییان مدیر عامل آلومینیوم گفت که به آقای سمی و باشگاه استقلال از همینجا اعلام میکنم برای دربی پول ندید. اجازه ورود به ورزشگاه امام خمینی عراق رو نمیدیم. داور به درستی خطایی نگرفت. دست مدافع نزدیک بدنشه و اصطلاحاً بدنشو بزرگتر نمیکنه و نیازی هم نیست که VAR دخالت کنه چون هیچ خطای آشکاری از داور سر نزده. بعد از برخورد به سر مدافع تغییر جهت میده و به دستش میخوره. طبق قوانین جدید چنین صحنه خطا محسوب نمیشه و تصمیم درست ادامه بازیه. اینجا هم تصمیم درست ادامه بازیه. مهاجم دنبال پنالتیه و قبل از اینکه برخوردی صورت بگیره خودش رو روی زمین میندازه. موقعیت دشواریه چون اول باید آفساید احتمالی بررسی بشه. داور در جریان بازی آفسایدی نگرفت اما VAR باید جداگانه این رو بررسی کنه. وضعیت سختیه اما با کمک تکنولوژی تشخیص دادن که آفساید نبوده. بعد نوبت بررسی پنالتیه. مدافع از پشت تک میزنه. هیچ برخوردی با توپ نداره و به وضوح پای مهاجم رو میزنه. بنابراین تصمیم درست اعلام پنالتیه. اینجا VAR به اشتباه از داور خواست که صحنه رو بازبینی کنه. این یه اتفاق عادی در محوطه جریمه است و قضاوت اولیه داور هم اینه که برخورد داخل محوطه برخوردی طبیعی بوده. VAR فقط زمانی حق دخالت داره که داور مرتکب اشتباه آشکاری بشه که در این مورد صدق نمی‌کنه. اینجا یه برخورد بالاتنه داریم و به نظر میرسه که این مهاجمه که دنبال گرفتن پنالتیه. اما برخورد غیر عادی نبود و نباید پنالتی گرفته میشد. داور به درستی آفساید گرفت. تصمیم بسیار خوبی از طرف کمک داور بود. VAR هم با استفاده از تکنولوژی صحنه رو بازبینی کرد و اعلام کردن که گل باید مردود بشه. The assistant referee's decision to give offside is incorrect. در این صحنه اعلام آفساید از طرف کمک داور اشتباهه. انگار تمرکزش رو از دست میده و به غلط گل رو مردود اعلام میکنه. چون توپ وارد دروازه شده، VAR حق بازبینی صحنه رو داره و به درستی به داور اعلام میکنن که گل آفساید نبود. اینجا هم VAR به اشتباه درخواست بازبینی صحنه رو داد. توپ مشخصا به سر مدافع خورد و هیچ خطای هندی رخ نداد. قضاوت داور درست بود و چون اشتباه آشکاری ازش سر نزد زده بود، VAR نباید درخواست بازبینی میداد. این یه نمونه استفاده خوب از VAR. اینکه تصمیم اولیه داور کارت زرد بود به نظرم قابل درکه چون بازی داخل زمین داره با سرعت بالایی پیگیری میشه و داور در ابتدا تصور میکنه موقعیت مسلم گلزنی سلب نشده. اما اگه ویدیو رو روی لحظه خطا متوقف کنیم مشخصه که موقعیت مسلم گل بوده. مهاجم اگه یکی دو قدم دیگه برمی‌داشت دروازه کاملا در تیر رسش بود. امروز یه دربی حساس در استان کرمان بین مثل رفسنجان و گلگهر داشتیم که این بازی بدون گل به پایان رسید. ضمن احترام به تیم خوب محرم نوید کیا، فقط من گلگی باید بکنم از فدراسیون فوتبال در رأسشون آقای تاج.
مگه چه تفاوتی بین تیمای شهرستانی و تیمای هر حال متمول هست؟ مگه خون اونا از خون ما رنگین تره؟ ما الان صحنه گل خودمون رو بررسی کردیم توی رختکن. گل سالمی رو ما ثمر رسوندیم. اگر این گل آفساید بوده باشه من اصلا مربیگری دیگه نمی کنم. اگه وی آر بود بررسی می شد ما الان 9 امتیاز داشتیم. خیلی فرق میکنه. 2 امتیاز ما از دست رفت به خاطر به نظر من تبعیضی که قائل میشن بین تیم ها. همه تیم ها با هدف مشخص وارد لیگ شدن، همه زحمت میکشن. دیگه ما سالیان سال تو این فوتبال داریم جون میکنیم. و در مورد بازی اگه بخوام واقعا واقع بینانه حرف بزنم و منطقی صحبت کنم، فکر میکنم یکی از معمولی ترین بازیایی بود که من تو دورانی که سرمربیگری کردم تجربهش کردم و این فوتبال 0-0 هیچ علاقه‌ای بهش ندارم و خیلی برام خوشایند نیست. بازیکنهای من باید بدونن که من احتیاج به بازیکنهای جسوری دارم که بتونن فوتبال بهتری انجام بدن، بتونن موقعیت سازی کنن و خیلی با جسارت بالا بازی کنن. در دیگر بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر، ملوان در انزلی میزبان شمس‌آذر قزوین بود. نکته جالب این بازی سرمربی‌های هر دو تیم بودند که چند روز قبل از شروع لیگ جاشون رو با هم عوض کرده بودند. در دقیقه 18 محمد رضا رضایی یکی از قشنگ‌ترین گلای فصل رو به ثمر رسوند. رضایی از فاصله دور با یه شوت دیدنی و دقیق توپ رو به سکنج دروازه شمس‌آذر فرستاد تا بازی 1-0 به سود ملوان پیش بره. دقیقه 28 باز همین رضایی بود که با روحیه‌ای بالا بازی رو ادامه میداد. تونست گل دوم خودش و ملوان رو به این صورت وارد دروازه شمس‌آذر کنه. پاس قندیپور بازیکن جوان ملوان رو هم روی این گل نباید نادیده گرفت. ملوان با هدایت مازیار زاره روزای درخشانی رو پشت سر می‌ذاره. ملوان با این برد 10 امتیاز شد و به دوم جدول صعود کرد. خب اینجا واقعا داره ظلم میشه در حق ما و متاسفانه من فکر کنم این صحیح نباشه که توی یه بازی های وی آر هست و توی یه بازی های نیست. ما 100% صحنه پنالتی بوده، یعنی بدون شک. حالا ما خیلی درباره داوری نمیخوام صحبت کنیم، صحبت های دیگه هم دارم ولی ترجیح میدم صحبت نکنم، ولی موسن مطمئنم پنالت بوده چون مسیر تو کاملا عوض شد با برخورد دست بازیکن. توپ که داشت میرفت تو گل خورد به دست و مسیر عوض شد. 100% پنالت بود. ولی به هر حال میگم ظلم داره میشه به یه سری از تیم‌ها که ملوان طبق معمول یکی از اون تیم‌هاست که از وی‌آر محرومه و این صحنه از چش داورم دور میمونه. جو بودم از ظرفیت بازیکن‌های سرباز باشگاه ملوان به بهترین شکل استفاده کرد. آقا نمونهش همین محمد رضایی که امروز دیدید و کسی که بوده که من از تیم امیدها آوردم تو باشگاه شمس‌آذر، یعنی امیدهای استقلال آوردم بهش فرصت بازی دادم، درخشان زار شد. خودم هم اول فصل آوردم اینجا و حالا بازیکنهای دیگه ای که حالا توی باشگاه ملوان به عنوان سرباز دارن کار میکنن. تنها تیم هایی که یه مقدار بضاعتشون کم بوده در حالا فضای جذب بازیکن، یه دونه ما بودیم یه دونه هوادار که نه بازیکن خارجی داشتیم تونستیم جذب کنیم، نه تو اون فضای نقل و انتقالات تونستیم به خاطر عرضه کم تو بازار نقل و انتقالات بازیکنی بگیریم. بچه‌ها ممنون میشم ویدیو رو همین الان لایک کنین تا ویدیو به افراد بیشتری نمایش داده بشه. با همین لایک کلی به ما برای دیده شدن کمک میکنید. دمتون گرم. اگه هنوز کانال رو هم سابسکرایب ندارید ممنون میشم اون دکمه سابسکرایب رو هم همین الان بزنید. بریم سراغ بازی که در ورزشگاه قدس بین پرسپولیس و آلومینیوم برگزار شد. الکسیس کوندوز، گیورگی گبلسیانی، حسین کنعانی زادگان، میلاد محمدی، فرشاد فرجی، مسعود ریگی، محمد خدابندلو، وحید امیری، اوستون اورونوف، امید علیشا و علی علیپور توسط گاریدو به زمین رفتند. و برای آلومینیوم محمد خلیفه، احسان قهاری، عارف حاجی ایدی، جهان کهن، مهران موسوی، بهروز نوروزی فرد، امین کاظمیان، میلاد بدرقه، رحمان جعفری، محمد مهدی لطفی و بهرام گودرزی به زمین رفتند. دقیقه سوم بازی پاس در عمق امید علیشا برای علی علیپور با اشتباه خط دفاعی منجر به خطای میلاد بدرقه روی مهاجم پرسپولیس شد و داور نقطه پنالتی رو نشون داد تا حسین کنعانی به راحتی دروازه خلیفه رو باز کنه. در دقیقه 28 مسعود ریگی از پشت محوطه یه شوت فنی و زیبا روانی دروازه خلیفه کرد که این دروازه‌بان با عکس‌العمل زیبا توپو به کرنر فرستاد.
دقیقه 33 محمدی با همکاری آلیشا وارد محوطه جریمه اراکیا شد و با یک تو سر توپ و شوت محکم نزدیک بود گل دوم بازی رو به ثمر برسونه که توپش از کناره دروازه به بیرون رفت. دقیقه 39 این فرار تندوتیز علی پور باعث شد پرسپولیس گل دومش رو هم به ثمر برسونه، اما با اعلام آفساید این گل مردود اعلام شد. به نظر میرسه رفته رفته علیپور داره شرایط بهتری پیدا میکنه. حضور امید آلیشا هم روی بازی پرسپولیس خیلی تاثیر گذاشته بود. بدترین خبر برای پرسپولیس پیش از دربی، اوسون اورونوف در لحظات پایانی نیمه اول از ناحیه همسترینگ مصدوم شد و جاش رو به احمدزاده داد. با شروع این آلومینیوم بود که برای گلزنی بیشتر تلاش میکرد و موقعیت‌های خوب ایجاد کرد. حاصل 10 دقیقه اول حضور احمدزاده در ترکیب قرمز هم فقط توپ لو دادن و یه خطا بود. نبود امرود هم باعث شده بود تحرک کمتری از سمت راست پرسپولیس ببینیم. در دقیقه 70 حرکت عالی علیپور در عمق آلومینیوم و اشتباه مدافع جوان اراکیا باعث شد علیپور گل دوم پرسپولیس رو به ثمر برسونه. دقیقه 76 حرکت میلاد محمدی از سمت چپ و پاسش به محبته باعث شد توپ جلوی پای امیری بیفته تا این بازیکن گل سوم رو بزنه، اما داور بعد از بازبینی صحنه خطای احمدزاده رو اعلام کرد تا این گل مردود اعلام بشه. سلمانی هم بالاخره تونست در دقیقه 80 برای اولین بار در این فصل برای پرسپولیس به بازی بیاد. جناب سیانکی هم فرمودن این ورزشگاه قدس میتونه با وضعیت مطلوب میزبان بازی‌های آسیایی باشه. همین ورزشگاه مطلوبی که ایشون گفتن باعث شد چند بار بازیکن‌ها وسط زمین سر بخورن و نتونن کارشون رو درست انجام بدن. دقیقه 86 حرکت خوب محمدی در محوطه جریمه باعث شد مدافع آلومینیوم روی این بازیکن خطا کنه و داور نقطه پنالتی رو نشون بده، اما بعد از بازبینی تصویر داور پنالتی رو مردود اعلام کرد. کلا همه تصمیمات وار به ضرر پرسپولیس بود. در هر صورت پرسپولیس با یه بازی کاملا منطقی و با برنامه تونست آلومینیوم رو شکست بده و خودش رو تا سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر ایران بالا بکشه. حالا باید ببینیم تراکتور میتونه جایگاهش رو پس بگیره یا نه. در جدول رده‌بندی همچنان این سپاهانه که در صدر ایستاده. ملوان با 10 امتیاز دوم و پرسپولیس با 8 امتیاز خودش رو به رتبه سوم جدول رسوند. شنبه و یکشنبه بقیه بازی‌های هفته پنجم لیگ برتر برگزار میشه. فضا عالی بود. واقعا دستشون درد نکنه. شرقت رو آماده کردن زمینشون رو. واقعا سنگ تموم گذاشتن، هوادار خوب، انرژی خوب، اتمسفر همه چی عالی. خوشحالم که این سه امتیاز رو گرفتیم، با کلین شیت هم تمام شد. بازی قبلی هم که خیلی خوب بازی کردیم ولی متاسفانه فرصتامون تبدیل به گل نشد و ادامه میدیم. این بازی تمام شد، همین امشب تمام میشه واسمون. به بازی بعدی فکر میکنیم، ایشالا بتونیم شهرآوردم اول یه بازی خوب داشته باشیم، دومی که با نتیجه. واسه خودت خیلی آماده ای و فرمی، آیا امید به گلزنی توی دربی رو هم داری؟ و شهرآورد جز معدود دفاعی که داره از تهران میره بیرون، خیلی هر چند سال یه بار این اتفاق میفته. بگو از شرایط دربی و خودت. خب خدا شکر من همه سعی تلاش رو میکنم، تمرین خوب انجام میدم. همیشه گفتم که یه دقیقه بازی کنم چه 90 دقیقه بازی کنم، همه وجودم رو میذارم، چه تو پرسپولیس چه توی تیم ملی. خب نگاه کن اولشه، مثل این که مثل بازی فکر کنم تراکتورسازی بود که من گفتم اونجا مصاحبه هم کردم، گفتم اول بازی ها نمیشه مشخص شد که الان جایگاهمون کجاست. درست اونجا 8 تا تیمیاتش بالا و الان هم فکر کنم 9 هستیم با اینکه یه باخو بردیم و بازی های بعدی بازی رو واسه سعی میکنیم بهتر عمل کرده اون رو داشته باشیم و صعود کنیم. ولی یه حواشی کوچیکی هم پیش اومده بود که من اونجا گفته بودم ایشالا برگشت و اینا، ولی خب اشتباه متوجه شده بودن و رسانه ها حمله زدن. من منظورم این بود که ایشالا حسوی بهتون بخوریم و جبران کنیم. آقای کنانی، شما رابطه خیلی خوب با اورونوف دارید، در مورد مسئولیتش صحبتش رو جدیه، به دربی میرسه؟ آره به دربی میرسه، من با ایش صحبت کردم و اینا، چیز خاصی نبود، یه ضربه بد خورد، یه تکل خیلی بد رفتن رو پاش. حالا با هواداراتون هم حرف میزدیم، همشون اعتقاد داشته که حقتون حداقل جلوی الاهلی امتیاز بود و این بازی هم خیلی براتون مهم بود چون قبل دربی بود. برد خوبی هم بود براتون. بازی خیلی خوب، بازی سخت بود بعد بازی با الاهلی. خب اونجا شرایط سختی بود. با تیم خوب بازی داشتیم توی عربستان. بچه‌هامون فوق‌العاده کار کردن. نتونستیم اونجا برنده باشیم ولی امروز هم آماده بودیم. یه ذره بچه‌ها خسته بودن ولی تیم خوب بازی انجام داد. بازی چهارشنبه هم خب بازی خیلی مهمیه. فوتتون بارها همون. آره. دقیقا همه بازی ها
سخته برای اون بازی بعدی ما مطمئنا سخته و بچه باید خوب ریکاوری بشن آماده بشن برای بازی. سه در مورد اورنوف هم صحبت کنید مسئولیتش؟ نه با دکتر صحبت کردیم مشکل خاصی نداشتش. در مورد دروازه‌بانتون گندوز چی؟ یه خورده مصدوم بود انگار. نه اون ضربه ای که خورد داره اولش گفتش که یه ذره مصدومم، بعد دیگه بعد دکتر باش صحبت کرد اومد تو رختکنم خداشو شرایطش بود. بازی بره عراق باب میل باشگاه پرسپولیس بوده. خب باشگاه میدونیم که عراق برای پرسپولیس خیلی خوشیوم نبوده، این که انتخاب این ورزشگاه تحمیل شده بود یا مورد موافقت هر دو باشگاه بوده؟ نه به ما که تصمیم گیر نیستیم، ما این بازی نشون داد که میخواییم این نصیحا رو که میگن آقا خوشیوم نیست یا خوب نیست تو عراق بازی کردن و این حرفا دیگه خط بطلانی باشه. انشالله تو همون عراق میبریم که بگیم اینا همه خرافاته. انشالله تیم خوب و مستحکمی که داریم به جز برنده شدن به چیزی نمیاندیشیم. برگزاری دیدار با هواداران خانم هر دو تیم میسر هست؟ آخه اینا وظیفه ما نیستش که، ما که تصمیم گیر نیستیم که، ما تابعیم هرچی بگم باید بگیم چشم. خب یقینا اون ورزشگاه همچین گنجایشی نداره که، خب یک بازیه که تو هر استادیومی با گنجایش بیشتر از 100 هزار تومان باشه باز هم هوادار میاد. حالا چه شکلی بناس اون کار رو انجام بدن نمیدونم، ولی به هر جهت ما تابعیم و مجبوریم که این کار رو انجام بدیم، چون از طرفی به نظر من بهتر این بود که یه موقع است که شما با عام مردم صحبت میکنید، یه موقع است که با کسایی که دستن در کارن، وقتی مسئولین میدونن که بعد از پایان لیگ دو ماه بعدش بناس لیگ شروع شه، اونها باید تمهیداتی میاندیشیدن که این زمین ها اگر بناس تعمیری بشه، براس کشتی بشه، براس ترمیمی بشه تصمیم بگیرن. هر دم از این باغ بری میرسد. مهدی نصیبی مدیر مجموعه آزادی گفته که ما این آمادگی رو داریم که در مقطعی که فیفا دی هست و هیچ مسابقه ای نیست شهرآور رو در اون تاریخ بندازیم و ما مسابقه رو در اون تاریخ برگزار کنیم. الان و در واکنش به این میزان از کاربلدی، مدیریت و آگاهی باید چه چیزی گفت که هم خدا رو خوش بیاد هم بنده خدا رو؟ سیاوش یزدانی به سپاهان برمیگرده. سیاوش یزدانی با عذرخواهی و دادن تعهد به تمرینات سپاهان برگشت. دکتر اتفاقات به وجود اومده را سوء تفاهم خونده. الان باشگاه سپاهان رعایت کرده دیگه؟ اگر رعایت نکرده بود که قطعا اجازه نمیدادن بازیکنان بازی کنن. بقیه تیم‌ها چی آقا به نظرتون رعایت کردن؟ چون بعضن کش و قوسی بین 4-5 تیم هست. من ببینید یه نکته عرض کنم خدمتتون. من خودم نگاه همین هست که ما هر کسی باید خودش مثلا خودش رو پیگیری بکنه. متاسفانه حالا این کاری که باب هست بعضن بعضی تیم ها، حالا من داخل ایران ان شاءالله که نیست، حالا من تو خارج خیلی دیدم که این اصلا سیاست گذاریشون تضعیف تیم رقیب هست تو میدونای غیر فوتبالی. این به نظرم کار حرفه ای نیست و خود منم سعی کردم خیلی کاری به کاری کسی دیگری نداشته باشم و البته چون میدونیم که واقعا مسئولین زیر ربط خودشون با دقت دارن مسائل پیگیری میکنن، حداقل ما راجع به باش ما چه کم و کس نمی کنیم. مگه میشه اینقدر کم کرد؟ چی دارم متوجه؟ با مذاکره تو دور من که همچی موضوع نبوده، نمیدونم ولی قبل بوده. نه سال گذشته بوده قرارداد کم شد دیگه تا سپاهان تونست ثبت کنه. یه سری بازیکن‌ها اصلا فسخ کردن پارسال، یعنی ما یه سری تعداد بازیکن به خاطر رعایت معیار کثیر که خب بود یا پهلوان یا بازیکنای دیگه راتون این فصل نامجر شدن که اصلا کلا میدونید منظور چیه؟ منظور اینه که آقا وقتی میشه با مذاکره 20% کم کرد، خب از همون اول یه ذره مذاکره رو طولانی ترش کنیم که اصلا این اتفاقات من تو ذهنم نیست، چون اون لیستی که به ما داد سازمان لیگ دقیقاً مطابق هم عددهای قراردادی بود که صحبت شده بود و بسته بودن. تو سپاهان اومدن و بازیکن رو کاهش کم کردن، یعنی از اسکواد تیم خارج کردن و باشگاه دیگه چند چه اتفاق ممکنه افتاده باشه من اون رو دیگه اطلاع ندارم. خیلی ممنون که تا انتهای خبرها با ما همراه بودید. ممنون میشم اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، نظراتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و اگه هنوز کانال رو دنبال نمی کنید همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید. دم شما گرم، خدا نگهدار.